بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم كل سنة بخير ما أمدوارسون كان كل سنة بخير بسلامات الجبوتين در شكل بنام بروش شروع مكنين ما أول از بي برنامجي صوب مزرد مكنين ما يك مجلس بوزارت داشتين طال كل از او خاطر ما فيش مو على خلاف شروع شما رو مجبور کردیم که به بعد از کاش اسم خود نجدی بیدیم حاصل ضرب وکتوری حاصل از او یک تا وکتور میشه ما وقتی میگیم A تاس A A تاس B پس حاصل از یک تا وکتور هست به خاطر شما میگیم کراس پرودکت چه معنا میگیم؟ چه مفهوم داره؟ چه داره شما میگیم؟ اطلاف هست؟ آه آه یکی تان دیگه این وکتور میشه. این وکتور برای ما چی را نشان میده؟ آه نه. مثلا این وکتور داریم آیا میشه مثلا جی کار نشان میکردن که ما کدوم هایی بوده؟ چقدر میشه؟ یاب نیست. نتیجه از شما به درس امروزتان دو تا تعریف از کراس پروداکت میتونید. تعریف اول چیزی که برای شما امسل پیتان راه کرد خیلی شما به درس امروز به ختم درس امروز میفهمید کراس پرودکت چیست یا هم ضرب وکتوری چیست یاد میگیدید عملیه های مربوطه را بالای از او انجام داده میکنید و در کنار از او اپلای میکنید یا اپلیکیشنش شما در نظر میگیرید خیلی به ختم درس امروز هم میفهمید کراس پرودکت چیست تعریف هندسی برش ارائه میکنید در کنار از او شما او را تطبیق میکنید آغاز بحث خود معزی می کنم که شما در گذشته ها دو تا وکتور وقتی می داشتیم دات پروداکت مطرح کرده بودیم فرض بکنم که یک وکتور وکتور A باشه دیگر وکتور وکتور B باشه خب هر شکلی باشه مهم نیست ای فرضاً باشه A یک A مثبت A دو J مثبت C کف یک وکتور وکتور دومی B یک A مثبت B دو J مثبت B دو B C کف دو تا وکتور برای ما داده شده از ما خواسته بشه که دات پرودکت از اینا رو در نظر بگیریم A با B حاصل حاصل هر حاصل ضرب وکتوری ما دات پرودکت ما نقطه ما یک تا عدد یک تا سکالر میشه عدد یا سکالر رو شما مطرح کنیم به خاطر انجام از این A با B شما کار کرده بودیم گفته بودیم که مجموعه حاصل ضرب کامپوننت های مربوط به A یک بیا ای بی و ای سی بی سی ای سی بی سی به کنار از شما ارائه کرده بودیم که اگر دو تا وکتور به شکل عمود باشه فرضاً یک وکتور دو باشه یک وکتور دو باشه وکتور A و وکتور B اینا بالای هم دیگر عمود هستن وقتی شما دات پروداکت شده نظر میدید بگوید چی میشه؟ صفر میشه چرا تا؟ صفر میشه عملاً این سلوک کرده بودیم با شما بیشه خیلی بود ضرب نقطه ای حاصل از این یک عدد دو پنج ده مفهوم میشن به لکچرهای قبلی ارائه کرده بود در درس امروز ما شما میگیم هر بار به تا وکتور داده شده باشه ما شما بفهمیم که ضرب وکتوری بالای سر انجام دو تا وکتور داریم که این وکتور وکتور اولی است اینی وکتور وکتور دومی است دو تا وکتور داریم میگم ضرب وکتوری A کراس B هرگاه دو تا وکتور با هم دیگر ضرب وکتوری حاصل از یک تا وکتور هست وکتور وکتور سیست در ما شما نام میدیم میگیم که وکتور سیست خاصیت ما حاصل از یک وکتور هست خاصیت از این وکتور ما وکتور سی ما بالای عربی از این عمود است به شکل عمود عمل کنیم این وکتور وکتور سیست این وکتور سی بالای از این هم عمود است بالای بی هم عمود است بالای هر دوش عمود است شما به خاطر از این خوبتر درک کرده باشین تصور بکنید این یک سطح هست XY plane است یک وکتور باشه یک وکتور وکتور دوم باشه به این شکل ما یک سطح رو نظر میتونیم
حالا من این وقت این امر از کراس پروداکت شده نظر میگیرم این کراس پروداکت هم میشه شما اگر دقت بکنید این همزمان بالای از این هم عمود است این وکتور همزمان بالای از بالا از این عمود است خیلی وقت ما کراس پروداکت در نظر میگیریم پاس میشه این وکتور ما بالای از این وکتور و بالای وکتور بی عمود است شما هر وقت خواسته باشین که کامپوننت ها از این بدست بیارید شما کامپوننت از این میشناسید کامپوننت از این از خود دار ای یک ای دو و ای سه کامپوننت از این وقت در نظر میگیریم ای یک کامپوننت هاش بی یک بی دو بی دو و بی سه کامپوننت های از این ما شما برای فعلا نام میدیم برای فعلا نام میگیم کامپوننت های از این میشه سی یک سی دو سی سه معمولا از شما خواسته میشه که کامپوننت های از این از جنس A و B برس بیاریم از جنس A و B برس بیاریم خب ما شما گفتیم که وکتور سی ما بالای از این هم عمود است بالای از این هم عمود است ما شما میفهمیم هر دو تا وکتور بالای هم دیگر عمود باشه دات پروداکتشون با مساوی به صفر میباشد نه وقتی دات پروداکت A با C در نظر میگیریم A دات C باید مساوی به صفر باید مساوی به صفر به کنار از این ما به نظر میگیریم B دات C را اینجا به نظر میگیریم بشه B دات C باید مساوی به صفر هر دیگه این کراس پروداکت و دات پروداکت هر دیگه چون بالای هم دیگر عمود هستند شما ضرب نهایی انجام بدید وکتور A ما A1 A2 A3 A1, A2, A6 من میگم dot product از این dot product همراه C1, C2, C3 C1, C2, C3 و این شکلی شما یه وقت ادامه میدیم میگم dot product ما حاصل جمع اینجا رو حاصل جمع حاصل جمع مجموع حاصل ضرب کامپوننت های مربوط A1 با C1 در نظر میگیریم A2 را با C2 در نظر میگیریم و A3 را با C3 A3 را با C3 در نظر میگیریم اتفاقی ایشو دات پروداکت مو A دات C اینجا وقتی ما ادامه میدیم B دات C رو وقتی میخوایم محاسبه کنیم میگم B دات C ما مساوی است B دات C نان وان دیگر دات پروداکت کامپوننت های مربوطه B X C X میگم B X C X یه مرسی هم کنم B X C X جمع B دو C دو B دو C دو جمع B C C C B C C C برای فعلا اگه عمل انجام میتونم دلیلش بعدا میدونم ما میگم که اطراف از این یک مساوات است یک رابطه است این یک رابطه دیگه است اطراف از این این رو ضرب بی سی میکنم این رو ضرب ای سی میکنم ضرب ای سی شما رو این رابطه رو وقتی که ضرب بکنیم این وقتی که ما ضرب میکنیم میشه ای یک بی سی ای یک بی سی سی ای یک بی سی سی یک مصبت ای دو سی دو ای دو سی دو را نظر بگیرم بیشه بی سی سی دو را نظر بگیرم مصبت ای سی بی سی 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 ای سی بی سی 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 حتی یک چیز ندارم حاصل از این مساوی به صفر میشه ما شما اینجا گفتیم که دات پروداکت ما مساوی به صفر است به اون خاطر حاصل از این را مساوی به صفر قرار میدیم این عملی پایی هم یک ای سی ای سی بی یک سی یک میشه مصبت ای سی بی دو سی دو ای سی بی دو سی دو میگم مصبت ای سی بی سی ای سی بی سی 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 مسئله بسیفر ما شما گفتیم که دات پروداکت ما مسئله بسیفر میشه و ما مسئله بسیفر دارم از رابطه اول رابطه دوم تفریق میکنم عملی تفریق این منفی میشه این منفی میشه این منفی میشه اینجا هر دوی از این با هم دیگر حذف میشن هم دیگر خود حذف میکنم ما یه وقت ادامه میدیم A یک B C C یک A C B یک C یک C یک شما مشترک گرفتن میکنم C یک وقت مشترک میگیریم اونجا A یک B C میمونم منفی A C B یک میمونم A C B یک علامه اینجا علامه منفی است منفی شما وقت به نظر میگیریم منفی یا مثبت میگیم جمع اینجا C دو رو مشترک میگیریم C دو رو وقت مشترک میگیریم اینجا B دو B C میمونم B دو A دو B C منفی S B منفی S B S B دو C دو هم است مساوی است شما یک طرف مساوات انتقال دادن میکنید شما یک طرف مساوات انتقال دادن میشه E دو B C منفی S B دو اگه C دو باشه مساوی است با A یک B C
سی یک هم دکه نارش ای علامه چون علامهش مثبت استرده علامهش منفی من تو رابطه رو نشنم میکنم شما هرگاه یک مساوات باشته باشیم فرضاً ما میگویم که دو اکس مساویس و سیوان دو اکس مساویس و سیوان هر وزنه خواسته شما که یک تا حل پیشنهاد کنیم من میگویم اینی مساوات زمان مساوی شده میتونه که اینی مجهول ما مساوی به ذریع وزی شد اکس ما باید سی شد و اینی ذریع وزی امرای این به حوال دیگه مساوی شد ذریع به اکس امرای وای مساوی شد ذریع به وای امرای اکس مساوی شد وای ما باید مساوی شد در اون صورت این مساوات صدق میکنه ما بین ضرب کنیم این سه ای اکس ما سه سه دو سه شش میشه اینجا سه دو شش میشه اینجا عین جمله را تکرار میکنم ما بگیم زمان این مساوات صدق میکنه که ذریع وزی این ذریع میشه مساوی و اینی متحول میشه سی یک ما مساوی و ای دو بی سه شد پیمانش نمی کنم سی یک ما مساوی شد و ای دو بی سه منفی ای سه بی دو و ذریع وزی مساوی و ای متحول میشه و همه اینا رو مساوی قرار میدون سی دوی ما مساوی است و منفی ای یک بی سه ای یک بی سه منفی ای سه بی یک جملات یک بار تکرار یک دور کوتاه می کنم ما شما بحث ما کراس پرودکت رو ما گفتیم دو تا وکتور وقتی با هم دیگر کراس پرودکت میشه حاصلش یک تا وکتور است وکتور سی وکتور سی بالای عرضی از این عمود است ما مختصی از این می فهمیم معمولا برای ما شما داده میشه ای یک این بی سی بی یک بی بی سی اینا برای ما شما داده میشه از ما شما خواسته میشه که مختصات وکتور سی رو برس بیاریم از جنس ای یک بی یک ای دو بی دو ای سه ای سه بی سه از جنس هایی باید برس بیاریم به خاطر برس آوردنش برای فعلا یک نام میتیم سی یک سی دو سی سه سی یک سی دو سی سه اینا نام همون فعلا میتیم ما شما گفتیم این وکتور بالا از این عمود است دات پرودکت دات پرودکت چی مساوی به صفر دات پرودکت این هر دو وکتور مساوی به صفر اینا وقت ما شما ادامه دادیم هدف ما شما پیدا کردن سی یک سی دو سی سه است ما شما اینجا ضرب بی سه کردیم ضرب ذریع وزی کردیم پایین اینی هر دو اینی هر دو وقتی دیگر حذف شد یک تا معادله یک تا مجهول باید از بین بره وقتی از بین رفت ما شما سی یک پیدا کردیم سی دو پیدا کردیم اول وقت ما شما این سی یک و سی دو را این هر دو را یا در این معادله یا در این معادله در هر کدام از این وضع کنیم در اختیار داره دلتان در این معادله وضع کنیم دلتان در این معادله قیمت سی سه برس کنیم شما وقتی قیمت سی سه را برس کنیم هم در قیمت برس کنیم سی سه تان برس کنیم و سوی میشه با شما وقتی برس میاریم بی یک ای دو بی یک میشه ای دو بی یک میشه من بی دو ای یک میشه بی دو ای یک میشه شما در حقیقت موفق شدیم هرگاه دو تا وکتور داشته باشیم بعد از این شما میتونیم که کراس پروداکشن درست کنیم کراس پروداکشن بشه من یک رو داشتم اینجا ازش استفاده می‌کنم هرگاه دو تا وکتور داشته باشیم وکتور A کراس پروداکت نمبر B مساوی C میشه مساوی با C میشه چگونه این انجام می‌دم وکتور A ما از A یک A دو و ای سی کراس پرودکت است امروی بی بی نما می فهمون بی یک از بی دوز و بی سی است کراس پرودکت از یا وکتور سی است وکتور سی ما سه تا کامپوننت داره و کامپوننت های شما دست آوردم اونجا یا داشت می گیرم کامپوننت های شما یا داشت می گیرم بشیم ما شما سی یک سی دو و سی سی رو دست آوردیم آن راستی خیلی جنجالی است حفظ از یه مشکل هم اینجا میکنم که اگر ما سی یک ما پیدا کردم سی یک، سی دو، سی سه، کلش باید من اینجا نشته کنیم ای دو بی سه، ای دو بی سه، من ای سه بی دو ای سه بی دو، حتی بی سه بگیش پیدا کردم سی دو منفی اول بی دو ای یک بی سه منفی ای سه بی یک منفی ای سه بی یک ای سه بی یک در کنارش سیر علامهش تا تبدیل کنید درست میشه من جازم ای دو بی یک منفی بی دو بی یک ای دو بی یک منفی بی دو ای یک شما تقریبا روابط مشابه را در حال مکتب دارن داشت از زمان که از شما خواستم بشون که دو تا وکتور کراس پرودکت چه برس بیاره شما از این رابطه استفاده میکنید راستی خیلی وقت گیره حفظ از این جنجالی است در گذشته ها میتود دیترمینانت شما ارائه میکردید دیترمینانت شما میفهمید هرگاه یک دیترمینانت دوی در دو داشته باشید مثلا من داشته باشید دو
چاک سه و منفیت بی کرمنات و شما می خواهیم مصبه بکنیم میگیم برابر است به آسل ضرب خود رسمی او ضرب منفیت آسل ضرب خود رسمی بگیم منفی آسل ضرب خود رفرهی چار ضرب سی ما از این میتود به شرط طرف دارستم خیلی بعد از این هرگاه برای شما دو تا وکتور داده شد وکتور اول وکتور دوم وکتور و اشکال مختلف برای شما داده میشه از شما خواسته میشه که ما با نون مثال در نظر بگیرم از شما خواسته میشه که کراس پروداکت شون رو بدست بیارید وکتورتون به اشکال مختلف میتونه باشه بالفرض ما وکتور ای دارم دو آی مثبت سه جی منفی پنج کم یک وکتور وکتور دومی فرضاً داشته باشم آی منفی دو جی مثبت هشت کم دو تا وکتور برام داده میشه از ما خواسته میشه که وکتور با کراس پروداکت از این مورد بدست بیارم ای کراس بی را بدست بیارم به خاطر بدست آوردنش من میگم همیشه کراس پروداکت ما یک تا وکتور است این وکتور سه تا کامپوننت دارد هم کامپوننت آی دارد یعنی افقی در محور ایکس هم در محور وای دارد هم در محور زی دارد شما رو دقت کنید این کامپوننت ایکس از این علامش مثبت کامپوننت وای از این علامش منفی است کامپوننت کی از این علامش مثبت خیلی وقت ما کراس پروداکت به اسم هم سه تا کامپوننت دارد کامپوننت آی دارد با علامه مثبت کامپوننت دی دارد با علامه منفی علامش منفی کامپوننت کی داره با علامه مثبت کامپوننت در روی محور وای در روی محور زی محور افقی محور وای و محور زی شما خیلی وقت میخواین این کامپوننت رو بدست بیارین کامپوننت آی رو در نظر نمیدین اینجا یک دیترمینانت دوی در دوی تشکیل میشه شما وقت در نظر میدین 3 ضرب 8 منو شش میکنم 3 ضرب 8 اتر چیزی منفی قدر فرعی قدر فرعی منفی 5 ضرب منفی 2 منفی 5 ضرب منفی اجازه بدید منفی 5 ضرب منفی شما وقت نشتا میکنین منفی 5 ضرب منفی وقتی ما میخوایم کامپوننت وای بعد اسپیرون اینجا میگم میره صرف نظر کنه در نظر نگیر اینجا باز یک تا وکتور دیترمینانت دو در دو خاص به ضرب خود به اصلی دو ضرب 8 دو ضرب 8 یک چیزی منفی خاص به ضرب قدر فرعی قدر فرعی اون نیست منفی 5 ضرب 1 منفی 5 ضرب 1 ما منفی 5 ضرب 1 میگیم وقتی خواسته باشی کامپوننت کیش بعد اسپیرون کار در نظر نمیگیره اینجا دو ضرب منفی دو ضرب منفی میگم منفی آسل ضرب خود بفره اینه شما اینجا وقت دیگه در نظر دو ضرب منفی دو سه ضرب یک سه ضرب یک از این میتود ما احساس میکنم که شاید شما راحت تر بعد از این هر بسیار با وقت کم به شما عرض کنید وقتی من ادامه میتونم ای کراس بی مثلا اچ سی 24 میشه منفی 10 میشه 14 آی میشه منفی 18 میشه یا 5 میشه منفی 11 منفی 15 میشه منفی 15 جی میشه اینو وقتی شما در نظر بگیرید منفی 4 منفی 3 منفی 7 میشه منفی 7 که خب شما بعد از این هر نوع وکتوری که داشته باشیم کراس پروداکتش به این شکل میتونیم محاسبه کنیم ثبوتش هم ما به اینجا انجام بدیم هر نوع وکتوری که داشته باشیم میخواییم که کراس پروداکت رو برس بیاریم دو تا وکتور برای ما شما داده میشه دقت باشیم وکتور به اشکال مختلف میتونه بیاریم فرض بکنم وکتور A دارم ما شما توافق کردیم A و B استفاده کردیم این هر چیز میتونه که باشه D, Q, هر چیز که باشه وکتور A ما 3 و منفی 1 و 4 است وکتور B ما مثلا نسبه 2 و 8 و منفی 2 از ما شما خواسته میشه که وکتور A کراس وکتور B رو بسیم وکتور A کراس وکتور B وکتور A کراس وکتور B شما میفهمیم کراس پروداکت ما وکتور C است وکتور C سه تا کامپوننت داره کامپوننت آی داره با علامه مثبت کامپوننت آی داره با علامه مثبت کامپوننت جی داره با علامه منفی منفی است و ما عملا ثبوت کردیم کامپوننت که داره با علامه مثبت مثبت که در قوس ما شما در نظر بگیریم خب ما میخوایم کامپوننت آی آی کامپوننت اولی است ای کامپوننت اولی رو صرف نظر بگیریم یکی ترمینانت است منفی یک ضرب منفی منفی یک منفی دو منفی دو
زندی من کی از زرمند من جانو شیش میکنه من کی از زرمند من کی خود بفرده این چهار زربر چهار زربر اینجا هم این زرم انجام من کی کامپونت جی رو وقتی میخواییم شکل کنیم جی کامپونت دومیست وای است وای اینجا در نظر میکنیم یک تا دو ترمینال دو در دو سه زرمند سه زر من خیلی آسف زر رو خود رفره این دو زر و چار دو زر و چار اگر چیزی وقت در میخواییم کار رو دست بیارم این در نظر من بیارم سه زر و عشق سه زر و عشق من خیلی یک زر دو من خیلی یک زر دو شما یک ساده میسازیم در حقیقت کراس کردکتتان برسیم خیلی بعد از این شما هر نوع وکتور که داشته باشید شما یاد گرفتیم که چگونه کراس کردکت از این آره با هم دیگر مناسبه بکنیم بعضی اوقات از ما خواسته میشه که مقدار از این به دست بیاریم شما دو تا وکتور برای شما داده میشه از ما شما خواسته میشه که کراس پرودکت هم مقدار شده دست بیاریم انجام یاد داشت میکنید شما یه فامیدیم که دو تا وکتور کراس پرودکتشون رو مناسبه میکنیم یک وکتور هم وکتور ایز وکتور بیست شما یه یاد گرفتین که کراس پرودکت از این یک تا وکتور از همین بالا از این اینی وکتور در حقیقت A کراس B است بعض اوقات از ما شما خواسته میشه که مقدار A کراس B رو به دست بیاریم مگنیتیوت A کراس B فعلا نوشته میکنم بعدا ثبوت میکنم A کراس B رو میخوام که مقدارش رو ما شما محاسبه کنیم به خاطر محاسبه از این برای فعلا فرمول نوشته میکنم A کراس B مقدار A کراس B در حقیقت مقدار C است مقدار است. همین گفتم مقدار A مقدار B ضرب ساین زاویه. این زاویه زاویه تیتا است. ضرب ساین تیتا. ساین تیتا. بالفرض. بالفرض اگر ای باشه مقدار از این باشه 4 و مقدار B ما باشه 5 و تیتا ما مساوی باشه با پای بر سین. از ما خواسته شده که A کراس مقدار A کراس B رو بده سیگر A کراس B مگنیتیودش اکوال تو مقدار A 4 و ضرب مقدار بی پنج ماه ضرب ساین زاویه ساین پای بر سین ساین پای بر سین بشه شما اگه خواسته باشید ادامه کنید ای کراس بی مقدارش یا مقدار سی بیم یک ماه میکنم مقدار ای چهار پنج بیست میشه از ساین پای بر سین جذر سه بر دو بیست ضرب جذر سه بر دو اتو یک چیز یا ده ضرب جذر سه اگه خواسته باشید اینی رابطه را پروف بکنید این رو بتره پروف بکنیم شما پیشتر به یادتان هست که با شما این کلاسی رو وقتی درست آوردیم اگر خواسته باشم یه سوی کنم محضی از اینکه برای شما یک روشه میشه در باشم شما این کلاسی رو میفهمید این کلاسی پیشتر اگر کمولی بسیار طولانی میشه کردیم گفتیم سه تا کامپوننت داره کامپوننت آی داره در کنار از او کامپوننت جی داره کامپوننت آو داره منفی کامپوننت جی داره مثبت کامپوننت کار داره مقدارش رو نوشته کرده بودیم این مقدارش رو نوشته کرده بودیم A2 B3 منفی B2 چند است؟ A2 B3 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 A C B یک من A یک B C کامپوننت کاش ماست که نظر میاد اما A یک B C من A C B یک وقتی رفتم فی دوالت داره شماس A C B یک تری پیش بر شما یاد دادم اینجا وقتی نظر میاد A یک B C A یک B C من A دو B A دو B A دقت کنید این رابطه در حقیقت برای ما یک وکتور نشان میده وکتوری که سه تا مرکبه داره مرکبه در روی محور X مرکبه در روی محور Y مرکبه در روی محور Z وقتی ما میگم مگنیتیوت از این A کراس B یعنی مگنیتیوت از وکتور این وکتور هم مگنیتیوت بشه چرا تا محاسبه میکنیم مگنیتیوت از این هم؟ درست هم؟ خب این مرکبه هم چرا خیلی بیانید شما گفته بودید که مگنیتیوت ما مساویست به جذر
carbo da cavare giù d'oggi dopo una famiglia. Dire giù d'ombra, tutti tutti se manti e se di du, colomora fa, mosca, una capibadi, dire una famiglia di e ya, di se manti e se di ya, colomora fa, mosca, dire una famiglia di maggiore, morabbaote, morabbaho. شما این رو وقت مربع میتونید ای یک بی دو منفی ای دو بی یک آن ساده است نگه این در قطع تک بکور است شما مثلا کنید ای کراس بی مثلا ایست به دو آی مصفت سه جی منفی پنج کرد از شما خواسته میشن مگنیتیوت ازی شما این رو مربع میتونید اونجا این رو مربع میتونید اینجا و این رو مربع میتونید که میده باشه شما چی جزر در نظر بگیرید چی این طرف در دوان چند بگیرید دو بی یک معنی شما وقتی این انکشاف بدین ادامه بدین در آخر اون را تصویر میشه A cross B equal to magnitude A magnitude B خود با دوان بدین ساین تیتا این را اکتر باز شما در اخی به دست آورده میتونین خیلی بعد از این هرگاه برمون شما دو نوع عملی بدین یکی دو تا به این عملی ضربش هست در حقیقت ضرب الجبری هست با شما اینجا وقت نظر گرفتیم دو تا وکتور هر زاویه ما بین میشه گفتیم کراس پروڈکت از این کراس پروڈکت از این مگنیتیک از این مگنیتیک از این ساین تیتا آن فرزن شما داشته باشین دو تا وکتور با هم دیگر موازی باشن بلی فرض من دو تا وکتور در نظر میگیرم این یک وکتور است وکتور وکتور A وکتور وکتور B این A باشه این هم وکتور B باشه یا دو تا وکتور بالای هم دیگر عمود باشن وکتور A وکتور B از ما خواسته شده که کراس پروڈکت شما بلیس برم در یه حالت آسان A کراس B A کراس B وقتی ما میخواییم که مگنیتیوت از این را مصفه کنیم بگم مصفه است که مگنیتیوت مگنیتیوت B اجازه به چند است؟ نوال ساین نوال یک میشه ست موشن هم میکنم در این یه حالت وقتی ما در نظر میگیرم A کراس B را مگنیتیوت چند میشه؟ صفر میشه به خاطر که دیتای ما چند است؟ صفر ساین صفر ساین صفر صفر میشه ست موشن هم میکنم A کراس B ما در حقیقت مساوی با صفر است دقت بکنیم وقتی شما A کراس B در نظر میگیرید آنچه بسیار مهم است من دو تا وکتور نقطه میکنم این یک وکتور است وکتور وکتور A است این یک وکتور دیگر است وکتور B است شما پرسان میکنم شما شما A کراس B را میفهمیم A کراس B یک وکتور چی است؟ وکتور سومی به نام C این وکتور سی نو بالایی عمود است این وکتور وکتور سی است وکتور وکتور سی است به شکل ما شما میشه دیگه نظر وکتور سی است حرکت مخالف عقربی ساخت A کراس B مثلا A کراس B وکتور ما به طرف بالا آن هرگاه موافق عقربی ساخت باشه به این طرف B کراس A B کراس A ما سرچه هست یک تا وکتور از جهتش به طرف چی می باشه؟ جهتش به طرف پایین می باشه این وکتور سی ما می شه بی کراس ای ما می شه خیلی ای کراس بی این هم بی کراس ای بشه ما شما حتما وکتور های استاندارد یادتون است که میشه من را براتون توضیح بدم شما سه تا وکتور وکتور استاندارد داشتید یکی وکتور آی وکتور آی وکتور جی و وکتور کی سه تا وکتور داشتیم این وکتور وکتور آی را باشه باید یکی اتک چیزی یکی ما شما داشتیم وکتور وکتور آی ما یه وکتور آی میگم یه وکتور جی یه وکتور وکتور شما ببین زاویه بین از چند است؟ زاویه 90 درجه است به خاطر که اینجا هم نمید است، اینجا هم نمید است، اینجا هم نمید است در گذشته ها شما این را پروف کرده بودیم آن را بگیم، هر دو خواسته بشون آی کراس جی را برسیم آی کراس جی، اینی بکنیم حرکت ما وافق هر قدر نیست وکتوری که بالای عربی از این امود باشه، کدام وکتور است؟ دور که است وقت خواسته باشون جی کراس کر را برسیم جی کراس کر، مسالی و وکتور که بالای عربیش امود باشه، اینی است اگه خواسته باشم که کراس آی که کراس آی ما مساویز به جی حرکت موافق عقربی ساعت علامه ها مثبت علامه مثبت علامه مثبت اگر به فرض حرکت ما مخالف موافق عقربی ساعت باشه در مخالف علامه مثبت موافق عقربی ساعت علامه
منفی دلیلش اینجا برای این منفی منفی است میشه سرچپن اگه من خواسته باشم جی کراس آی و دستیم جی کراس آی جی کراس آی و یک منفی کرد آی کراس کرد منفی جی منفی جی میشه دیگه کار کراس جی کار کراس جی و منفی آی اگر داشته باشم آی کراس آی شما بگیم بچه اگر ما مطرح کنیم که آی کراس آی با بچه بیم صفر میشه به خاطر که زاویه صفر است این هرگاه دو تا وکتور یکسان داشته باشم ما داشته باشم ای کراس ای حاصل چی میشه؟ صفر واده ما به این سال اگزمپل اول کتاب دانه کار کردیم اگزمپل اول کتاب دانه کار کردیم اگزمپل ببینید که ترا رو پیشنه اگزمپل دوم کتاب تانه کار کردیم پیشنه اگزمپل دوم تیوریم نوم وقتی ثبوت کردیم تیوریم نوم وقتی اگزمپل سوم کتاب تانه ما قبل از اینکه به اگزمپل سوم کتاب تانه بپردازم یک تعریف هندسی میکنم من هم روی میتود درسی من آل عادت کرده باشید کم کم خب شما یک چیز فهمیدین تا به هنوز شما یاد گرفتید که کراس پرودکت به چه شکل بدست بیارید هم به شکل الجبری محاسبه کرده میتونیم کامپوننت هایشه و هم به شکل وکتوری نمایش داده میتونیم ما وقت نظر میگیرم دو تا وکتور میخواییم برای کراس پرودکت یک تعریف هندسی پیشنهاد میکنیم مفهومش رو ببینیم ما میگم که هر بار دو تا وکتور داشته باشم وکتور وکتور A وکتور وکتور B وکتور وکتور B کراس پرودکت از A کراس B در حقیقت یک وکتور سومی است که بالای از این عمود است اینی کراس پرودکت است وکتور وکتور سی این ای کراس بی است ای کراس بی است مقدار از این شما مقدار از این محاسبه کرده میتونید ای کراس بی نه مقدارش مقدار همیشه یک عدد مقدار از این در حقیقت مساوی به مساحت است که مساحت متوازی الاضلاعی است که وکتورهای ما تشکیل میده مقدار کراس پرودکت ما برابر به مساحت متوازی الاضلاعی است که وکتورهای ما تشکیل داده میده این متوازی الاضلاع متوازی الاضلاع این از خود یک مساحت داره مقدار از این مساحت بین این مساحت خیلی دو تا تعریف میکنیم تعریف اول مقدار کراس پرودکت ما برای ما یک تا وکتور نشون میده وکتوری که عمود است بالای از این هم بالای از این جمله دومی مقدار کراس پرودکت مساحت متساوی الاضلاعی را نشون میده که وکتورهای ما تشکیل میده جمله سومی اینی وکتور سومی اینی وکتور کراس پرودکت در حقیقت نشان دهنده جهت از متساوی الاضلاع است نشان دهنده جهت از سطح است شما رو دقت بکنید برام بگیم این تصور بکنیم که یک متساوی الاضلاع است متساوی الاضلاعی که کراس پرودکت ما تشکیل میده اینی کراس پرودکت اینی کراس پرودکت اینی مساحت برام تشکیل میده ما شما میپذیریم خب این مساحت است مقدار اینی کراس پرودکت ما اینی مساحت برام میده خب از لحاظ وکتوری کراس پرودکت حاصلش یک تا وکتوره اینی وکتور میشه اینی وکتور میشه اینی وکتور در حقیقت جهت اینی سطح را برام نشون میده نشان دهنده جهت حرکت سطح ماست این سطح ما به کدام جهت داره حرکت میکنه در فضای سی بودی سطح ما این یک سطح است سطح ما به این شکل در حال حرکت سطح ما به این شکل در حال حرکت میشه به این شکل در حال حرکت باشه در جهت های مختلف در حال حرکت است که در لکچر بعدی باز ما ایده در نظر میگیم خیلی دو تا مفهوم ارائه کردیم کراس پرودکت خود کراس پرودکت برای ما جهت سطح را نشان میده یک خود کراس پرودکت یک تا وکتور وکتور سی ای وکتور جهت سطح را نشان میده مقدار از این برای ما مساحت سطح را نشان میده در اگزمپل سه اون کتابتان برای شما سه تا نقطه داده شده از شما خواسته شده که وکتور رو بدست بیاریم که بالای از اینا عمود باشه سه تا نقطه داده شده نقطه اولی نقطه
که آوازی بر ما داده شده چند است نقطه؟ یک چهارشش نقطه پی یک چهارشش دیگه؟ نقطه دو پنج منفی یک چند؟ منفی دو پنج منفی دو پنج منفی یک منفی یک حتی او چیزی؟ منفی آرش نقطه آر ما یک منفی یک یک منفی یک اون سی تا نقطه را در 3D coordinate system نشان داده میتونید وقتی خیلی خواسته باشه نشان بتون حتی از این سه تا نقطه این محور X و محور Y و محور Z بوده باشه محور X و Y Z ده ما در نظر گرفتم حالا این نقطه یک چار شش تقریبا این نقطه میشه نقطه یک چار شش ما این نقطه نقطه پیسی نقطه نقطه پیسی یک چار شش چار شش نقطه دومی منفی دو پنج منفی یک شما یه میشه تا این موقعیت کنید منفی دو پنج منفی یک این نقطه ما تقریبا این نقطه میشه نقطه Q منفی دو و پنج و منفی یک نقطه سومی آس یک و منفی یک و یک یه شما زیاد کار کردیم اتو یک میشه این نقطه نقطه آن هست شما هر اینا رو با هم دیگر رو وصل بکنید یک تا ساعت را تشکیل میشه این یک ساعت هست یک ساعت یک ساعت یک ساعت را تشکیل میشه در فضا یک تا ساعت هست از ما خواسته شده که یک تا وکتور به دست بیارم وکتوری که بالای از این عمود باشه بالای از این عمود باشه پرپندیکولار باشه این وکتور است ما شما به خاطر برستا وکتوری که بالای یک سطح عمود است بیشتر من به شما ارائه کردم این سطح است اینی یک وکتور است اینی وکتور عمود در حقیقت از کراس پروداکت دو تا وکتور به دست میاد که در این سطح قرار داره وکتور عمود بالای سطح وکتور عمود است از کراس پروداکت از کراس پروداکت دو تا وکتور یک وکتور است وکتور دومی است ای کراس از کراس پروداکت هر دوی از این برای شما اینی ای کراس بی خب شما وکتور عمود بالای سطح را میشناسید وکتور عمود بالای سطح از کجا میشه وکتور عمود بالای سطح در حقیقت از واصل ضرب از کراس پروداکت دو تا وکتور به دست میاد که در این سطح موجود است A و B خیلی من به خاطر از اینکه اینی وکتور سینا به دست بیارم باید دو تا وکتور کراس پروداکت شما داده کنم یکی اینی وکتور باشه من اختیاری است ما یک اینی وکتور رو در نظر میگیرم یک اینی وکتور رو در نظر میگیرم وکتور P R و P Q وکتور P R و وکتور P Q بگو شما اسم مختصات داره برای ما بگو شما بگو یا منفی دو یک منفی منفی یک آه شما میبینید این از مختصات یک و منفی یک و یک هست شما میبینید که اکس دو منفی اکس یک منفی یک یک منفی یک یک مرکب بشه منفی یک منفی یک منفی چون منفی یک منفی چون دگر یک منفی یک من پیشش دگر پی کیو رو وقتی خواسته باشم بده سیگر رو چرا تم بشه؟ من پی دو 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 من پی یک من پی چار من پی یک من پی شش میشه من پی یک من پی شش شما این ساده ساخته میتونید میشه سفر میشه من پی پنج میشه من پی پنج یک تا وکتور پی آر باست وکتور پی کیو رو وقتی خواسته باشم بده سیگر نه فهمیدی چی میگی؟ باید نمیگی. چی رو فهمیدی؟ نوزاد ترکتر سر. نه که پس خلاص شما پای منفی چهار یک میشه ایم منفی اف میشه اگر چیزی خیلی ما وکتور پی آر و پی دو رو برسانی ما گفتیم وکتور عمود بالای سطح در حقیقت کراس پروڈکت هزیز پی آر کراس پی آر کراس پی کیو میبینیم آر کلاس کلاس پی کیو و شما کلاس پروداکت بعد از اینکه نوع کلاس پروداکت شد سوراب سوراب است نه کامپوننت آی داره منفی جی داره دیگه مثبت کار چرا کنیم پی کیو زد پی آر بگیریم با خطر وکتور جهت شما جهت شما میشه مشکل خوب مود است مشکل نداره بالا یک سطح هندسه فضایی تان میگه که بالا یک سطح به نهایت وکتور عمود رسم کرده بیده این وکتور عموده این وکتور عموده وکتور عموده ما مشکل نداریم
ما اینجا کراس پروداکت ای هم داره برای استاون شما میدین این هم داره برای اسپیر مشکل نیست یک محصول دندان این هم داره کار میکنم نمره داره اما ما روش های مختلف داریم جواب یکی است خب آر و پی کیو کراس پروداکت چرا هم میشه؟ با این صرف نظر منفی 5 و منفی 7 35 میشه منفی 5 و منفی 3 مثبت 15 میشه یک مشتوان داره ها؟ خیلی منفی پنج زرد و منفی هفت مصبت سی و پنج مصبت پنج علامه منفی پنج زرد یک پنج میشه چون یک تالاری منفی است مصبت پنج میشه جی را بخواییم بعد اسپیر اینی کامپوننت جی را در نظر نمیدیم صفر زرد و ازی صفر میشه منفی منفی پنج و منفی سی منفی پنج مصبت پنج میشه چون منفی زرد مصبت پنج میشه کار خواسته باشیم بعد اسپیر این کامپوننت کار در نظر نمیدیم صفر میشه منفی زر منفی مثبت 15 میشه چون الان منفی است منفی 15 اتا یک چیزی شما وقتی ادامه بگیم میشه ها؟ اشتباه میشه؟ درست مثبت 15 جی منفی 15 که به شما این در حقیقت مختصات این وکتور هست مختصات از این وکتور دقت کنید ما شما گفتیم که پی آر کراس پی کیوز ما شما عملا محاسبه کردیم پی آر کراس پی کیوز این در حقیقت ما شما دو تا وکتور داشتیم دو دانه وکتور یک تا وکتور پی آر است تصور بکنیم که اینی وکتور پی آر است به این شکل وکتور پی آر است این پی آر بوده باشه یک تا وکتور پی کیو داشتیم کراس پروڈکت شده پی کیو اینی پی کیو است کراس پروڈکت از این است یک وکتور عمود است من روی رسم بکنم اینجاست این وکتور عمود است پی آر کراس پی کیو آل ارگاه خواسته باشم که مگنیتیود از این محاسبه کنم مقدار از این محاسبه کنم این وکتور مقدار پی آر کراس پی کیو مقدار که وقت خواسته باشم محاسبه کنم مساوی است که جذر چل مربع جمع 15 مربع جمع 15 مربع چند میشه؟ 5 5 جمع 8 این مقدار برای ما چی نشان میده؟ خود بگوش آباز این مقدار به دست آمده مسافت متساوی از لای را نشان میده که اینجا تشکیل میشه این متساوی از لای را مسافت نشان میده این متساوی در متوازی لد اینی مساحت از این در حقیقت 5 ضرب جذر 82 به این شکل ما به شما مطرح کنیم باز کنیم بگو استاد شما میخواییم که کراس پروڈکت را دست بیاریم من وقتی میگم پی آر نقطه آغاز پی است انجام به اینجاست پی آر دو تا نقطه داریم خب دو تا توجه بشید یک نقطه نقطه دو ما چه میگم پی آر از اینجا آغاز شد اینجا انجام شد خیلی آغاز است این انجام است این اکس دو میشه این اکس یک میشه اگر بالفرض من بگم بگویم کیو پی کیو پی جهت باز بشه من اینجا گفتم پی آر اینجا گفتم پی کیو از او خاطر اینه شما ایکس دو مطرح کردین این رو وای دو مطرح کردین و این هم زی دو شما مطرح کردین بشه سوال یک پنی دفت دفت باز میکرد بعد این رو نظر